الان یکم به نظر میاد که زود باشه برای هر نوع اعلامی. یک نوع هم وقتی این نقشه ایالات متحده در آمریکا رو میبینید، نه تنها ایالت‌های ساحل شرقی و ساحل غربی دموکرات هستند و این قلب وسط آمریکا جمهوری خواه، بعد که میره توی نقشه های خود هر ایالت هم وارد میشید، به نظر میاد که مناطق شهری معمولا البته دموکرات ها در دست دارن و مناطق هومه رو جمهوری خواهان. فکر میکنید که این دو قطبی شدن آمریکا در واقع نه تنها در سطح ایالت ها، در داخل ایالت ها هم بین طبقه شهری و هومه داره افزایش پیدا میکنه یا نه؟ کاملا همینطوره. ببینید این مسئله اختلاف شهر و مناطق روستایی امریکا در این به اصطلاح دو دهه اخیر هرچه بیشتر و بیشتر خودشو به شکل بارزی نشون داده و من فکر میکنم که ما امروزه وقتی که از مسئله رفتار انتخاباتی مردم امریکا صحبت میکنیم واقعا باید شکاف‌های عمیقی رو در نظر بگیریم. یکیش همین مسئله شهری و مناطق روستایی هست، یکیش مسئله عرض کنم که نگاه کردن به درصد افرادی هست که تحصیلات دانشگاهی دارن و کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارن، یکی دیگرش شکافی که بر اساس مسائل نژادی در امریکا وجود داشته. آنچه که واقعا به نظر میاد نظرسنجی ها پیشبینی ها رو واقعا با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده اینه که امریکا از لحاظ شکل دموگرافیک خودش داره واقعا پوست میندازه و عوض میشه این جامعه و بنابراین بسیاری از انتظارات ما برای مثال راجع به این که لاتین تبارها آیا یکسان رأی میدن، سیاه پوستا آیا یکسان رأی میدن، اینها همه داره با چالش روبرو میشه و فکر میکنم بعد از این انتخابات به خصوص با در نظر گرفتن اشتباهات فاحشی که نظرسنجی ها در دفعه پیش و این دفعه انجام دادن و نیازمند واقعا یک بررسی بسیار بسیار جدی تری هست از اینکه این امریکای دو قطبی که ما امروزه داریم ازش صحبت میکنیم و در نتیجه این انتخابات هم مشخص هست به چه شکلی داره صورت میگیره و نتایج و تبعات این در دراز مدت برای هر کدوم از این احزاب سیاسی چی است. اگر اجازه بدین فقط اینو بگم، ببینین یادمون باشه در امریکا تنها 36% مردم امریکا تحصیلات در سطح مدرک لیسانس دارن. خب این امروزه سبب میشه که برای چشمانداز حزب جمهوری خواه خوب باشه، یعنی چون این جمعیت داره تعدادش زیاد میشه به خصوص با افزایش کسانی که از خارج هم به امریکا میان، حزب دموکرات مجبوره بشینه فکر بکنه که با این مسئله چجوری میخواد برخورد بکنه، این شکاف در لحاظ سطح علمی رو، و از طرف دیگه همین مسئله که شما فرمودین راجع به شکاف مناطق اصلی شهرهای بزرگ و مناطق روستایی. چه کار هر دو تا حزب به هر حال دشواری هایی دارن دیگه، یعنی دموکرات ها هم نمیتونن فقط حساب بکنن رو مناطق شهری، کما اینکه جمهوری خواه هم بعید میدونن بخوان فقط رو مناطق هومه حساب بکنن. چه کار میتونن به نظر شما دو حزب بکنن که اینقدر محدود نکنن خودشونو به یک بخش خاص از آمریکا؟ ببینید یه واقعیته که جمهوری خواهان از سال 2004 تا به حال هیچگاه اکثریت آرا رو نبردن، اگرچه انتخابات رو بردن ولی به خاطر همین مسئله کالج انتخاباتی بوده نه به خاطر اکثریت آرا. بنابراین به نظر من جمهوری خواهان بعد از این شکستی که احتمالاً امسال در این انتخابات خوردن مجبور هستن یک بازنگری بکنن در نگاهشون. برای مثال ببینین نحوهی که آقای ترامپ با مسئله اقلیت‌ها در پیش گرفت، مسئله مهاجرتش، صحبت‌هایی که راجع به لاتین تبارها کرد و غیره، اونها رو تجاوز کرد. ولی میگید لاتین تبارها همین فلوریدا به ما نشون داد که نه اتفاقا خیلی از لاتین تبارها به آقای ترامپ رأی دادن. کاملا درسته، این هم بخش دیگر از صحبتم بود. ببینید میخوام بگم که اون سبب شد در خیلی از جاهایی مثل آریزونا که این تعداد این لاتین تبارها خیلی زیاد شده مسئله مهاجرت برای آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه گرون تمام بشه، کما اینکه سناتور اون منطقه هم برای اولین بار میبینیم که تغییر کرد به یک دموکرات. اما در یه جایی مثل فلوریدا مسئله لاتین تبارها با در نظر گرفتن اینکه این افراد آیا از مکزیک میان، آیا از السالوادور میان یا جاهای دیگه میان و مسائلش یا کوبایی های اونها اونجا هستند کاملا میتونه سیاستشون عوض شده باشه. این دعوا بیشتر طبقاتی تا نژادی؟
خب همونجور که گفتم، ببینین آقای ترامپ اگر به سخنرانی دیروزشون گوش میکردین، ایشون حزب جمهوری خواه رو اعلام کرد که ما حزب طبقه کارگر هستیم و این حزب دموکرات است که حزب مطبوعات بزرگ و شرکت‌های تکنولوژی بزرگ است، که این خیلی حرف عجیبی هست، چون در تاریخ هم که نگاه میکنیم این حزب دموکرات بوده که همواره مدعی این بوده که ما بیانگر منافع طبقه کارگر هستیم. برای همین هم اتحادیه‌های کارگری در امریکا به شکل درازمدتی رأیشون با حزب دموکرات بوده. این مسائلی است که فکر می‌کنم داره عوض میشه، این شکل دموگرافیک، و بنابراین کمپین‌های انتخاباتی هر دو حزب هم مجبور عوض بشه. و آقای ترامپ این رو دوباره به ما گوشزد کرده که چه شکلی میشه واقعا همه چیز رو منقلب کرد، از راز اینکه چه شکلی به افراد طبقات پایین، یک شخصی با به اصطلاح توانمندی و ثروتمندی ایشون میتونه خودش رو به عنوان نماینده طبقه پایین جلوه بکنه. ممنونم از شما مرسد بروجردی در واشنگتن.